بریم سراغ یا یا. سام من میخواستم راجع به یه موضوع فکرم سه هفته پیش قبلا با هم دیگه حرف زدیم، نم چندم بود سام سب... یه ماه پیش بود در مورد اون موضوع. بگو برسر اصل مطلب سر. در مورد موضوع ما هجایم موضوع خطر گسترش اسلام، به نظرت همین مهاجرت از کشورهای اسلامی خطر گسترش اسلام رو افزایش نمیده؟ به نظر من تازه کمترش هم میکنه، به خاطر اینکه کسایی که قرار بود مسلمان بمونن تو کشورهای اسلامی وقتی که از کشور اسلامی خارج میشن احتمال، یعنی اگه خوب مدیریت بشه احتمال قاطی جامعه بشن، احتمال این که تعداد احتمال این که اسلام رو ول بکنن زیاد میشه. یعنی شما نگاه کنید درصد کسایی که نسل دوم مسلمانایی که توی آمریکا هستن، درصد خیلی بالایشون اسلام رو جدی نمیگیرن و درصد 25 درصدشون حتی به طور کامل اسلام رو ول میکنن. یعنی ما فقط اسلام رو دفاع نمیخوایم فقط بکنیم، ما میخوایم علیه اسلام هم کار بکنیم. برای همین تو کشور اسلامی مقدمات ممکنه دسترسیمون کمتر باشه، البته الان بیشتر شده خیلی، ولی بعضی موقع ها ما مسلمان ها اگه بیان جاهایی که ما دسترسی بهشون بیشتر رشته باشیم کار ما رو یه مقدار راحت تر هم میکنه، مخصوصا برای بچه هاش. تو الان گفتی تو آمریکا و آمریکای شمالی الان مسلمان‌ها بیشتر مثلا نسل دوم بیشتر مونده جدی نمیگیرن اسلام، ولی داخل اروپا رو گفتی قضیهش متفاوته. اروپا بستگی به جاش داره، مثلا فرانسه یه مقدار بده به خاطر اینکه کاملا خیلی از مسلمان‌ها از بقیه جامعه جدا که الان خوشبختانه ماکرون داره یه سیاست‌های جدیدی رو تو فرانسه، البته باید ببینیم که بازدهی داره، ممکنه جواب نده، ولی خب کارهایی داره میشه که امیدوارم جواب بده که مسلمان‌ها رو با بقیه جامعه قاطی بکنه. مثلا تو فرانسه من به نظر میرسه نه ببین اسلام خیلی تو خطره الان، همه آمارا نشون داره میده که درسته که تعداد بچه‌هاشون بیشتره، ولی اگه تعداد کسایی که اسلامو یا کمتر دارن جدی میگن یا اسلامو ول دارن میکنن، اگه به همین شکل که داره افزایش پیدا میکنه افزایش پیدا بکنه، اصلا یعنی من 50 سال دیگه واقعا اسلام به طور کامل خطر میفته. بابا تو چی میخواستی بگی؟ آره برای بگفته خودم هدف نهایی ما این نیست که اسلام کلا نابود بشه، اینکه مسلمان‌ها بیشتر سکولار بشن، کمتر اسلام جدی بگیرن. درسته بابک میخواست یه چیزی بگی؟ من بابک میخواستم بگم که البته این مورد، حالا من آمار رو نگاه نکردم، بر اساس تجربیات میدانی خودم دارم صحبت میکنم که این مورد کم شدن اسلامگرایی تو نسل دوم و سوم تو برخی از قوم ها یا برخی از ملیت ها واقعا اینجوری نیست. من حالا خودم بالا میگم آمار درستی ندارم، فقط نظر شخصیمه. من خودم قبلاً چند مقاله خونده بودم در مورد اینکه بعضی قومیت ها مثلا اسلام رو جدیتر میگیرن داخل کشور، اون قومیت ها یه ساکن هم کشورهای غربی هستن، مثلا پشتون های افغان یا سومالیایی ها، مثلا از کشورهایی که بیشتر کشورهای جنگ زده اسلامی یا کشورهایی که خیلی اسلامشون جدیتره بیشتر اسلامو داخل غرب جدی میگیرن، حتی بین نسل دومی هاشون. اوکی من صحبتمو تموم کنم، ممنون. عرض کنم به خدمت که نه، من منظورم این بودش که اینجا مثلا شاهد این هستیم کسانی که تازه از افغانستان یا چچن یا کشورهای مسلمان مهاجرت میکنن میان، یعنی اون اسلامو دیدن در کشور خودشون، اینجا که میان بیشتر سکولارتر هستن تقریبا. اما نسل دومیایی که اسلامو ندیدن، مخصوصا در چچنیا در افغانیا که من میبینم دوستان افغانستان
میبینم که اینجا به دنیا اومدن، اینجا بزرگ شدن و اون اسلامو در اون کشور خودشون ندیدن، لمس نکردن، اینجا شدیدن طرفدار اسلامن، بیشتر مسجد میرن، بیشتر توی این مسائل مذهبی شرکت میکنن، متوجه آرمین؟ یعنی اون نسل دومی که ندیده یک اون مدینه الفاضله رو برای خودش یه رویا میبینه، میگه آقا جمعون هست. نه چیزی که تو دیدی بابک، این چیزی که تو دیدی اصلا معنیش نیست که حالا به طور کامل داره اتفاق میفته یا نه، درسته؟ این فقط چیزی که تو دیدی. خب آره، من اولش گفتم من آماری ندارم، بر اساس مشاهدات خودم دارم میگم. خب بر اساس مشاهده خودت نباید یه نتیجه گیری کلی بکنی، فقط اون چیزی که دیدی. خب نظرم رو دادم، میدونم، هم به خاطر همین خب گفتم. نه خب میدونم نظرتو دادی، منم دارم میگم، دارم نقد میکنم از نتیجه گیری که کردی. نمیگم که نظرتو نگو. نمیگم که من میگم که اگه نظرت اینه که یه همچین روندی هست بر اساس تجربه شخصی خودت، من دارم نقد میکنم که این روش نباید به نظر من خوب نیست که اینجوری نتیجه گیری کلی بکنی از مشاهداتی که کردی. خب 100%. البته میگم آمارشو نخوندم، ولی آماریام پیدا بکنم در مورد میخونم که ببینم آیا واقعا این به نظر من نزدیک است. امیدوارم دور باشه. نه ببین، ممکن هست آمار وجود داشته باشه که تو این کشور این روند مثلا برعکس جهان باشه، یا تو این مردم این قوم یا این ملیت برعکس باشه. میدونی نظرم چیه؟ من به طور کلی، به طور تو جهانی که دارم میگم، الان همه چیز داره نشون میده که بی خدایی بین یه کسی اگه میخواد مثلا نگاه کنی این مثلا الان یه مقاله خیلی جدیدم اتفاقا اومده که من اینو باید برم بخونم. البته من آمارا رو قبلا دیده بودم، این مقاله ها رو هنوز نخوندم که ببینم که این منبعش چیه، ولی الان چیزی که همین 2021 کسی که مثلا نشون میده اینه. الان میتونیم من با همینو بخونیم، مثلا میشه Atheism among Muslims is spreading like wildfire. Atheism among Muslim populations was once unthinkable, but individuals are now renouncing Islam at a greater rate than ever before. و اینو میتونین برین، این مقاله رو میتونین برین بخونین توی The National Interest. تمام منبعهاش هم اینجا هایپرلینک شده، میتونین اینو برین چیز کنین، مطالعه کنین. البته من اینو نمیدونم این چقدر این ها، تمام این سروی ها رو میتونین برین آمار اتفاقا ایران هم مثال زده اینجا، این مال گالوب سرویه، این همون گامانه که ما میدونیم. ترند روندهای دیگر هم اینجا کاملا بهشون لینک کرده که چقدر بی خدایی داره بین مسلمان ها به شدت داره رشد میکنه. چکس قشنگ هم استفاده کرد. این که کاملا به هر حال مشخصه نسبت به، میگم میشه، مخصوصا سوشال میدیا خیلی کمک کرده به این هم. ما به نسبت 18 سال پیش تا الان حساب بکنیم خیلی رشد زیادی داشتیم توی بی خدایی در جوامع اسلامی، اصلا قابل قیاس نیست. من فقط یه بار دیگه بگم، نه دیگه نمیخواد بگیم، دیگه گفتیم. هر کسی اگه کسی تو لایو چت میپرسه، ما برای اینکه تکرار نکنیم حرفامونا، اگه کسی تو لایو چت میپرسه لطفا بقیه بهشون بگیم. یا بفرم بفرم یا بغیر از این اینترنت ضعیفه، اونورم پیغام میاد. خب میذارمت پایین، چون اینترنت ضعیفه من دیگه میذارمت پایین، امیدوارم جواب سوالاتو داده باشه.